گذشت بیش از 5 قرن، سگانه باغ لذت‌های دنیوی اثر هیرونیموس بوش، نقاش هلندی که در موزه دل پرادو اسپانیا نگهداری می‌شود، همچنان میلیون‌ها بازدید کننده را به خود جذب می‌کند. باغ لذت‌های دنیوی روایتی از خلقت تا مرگ است، گذر از زندگی زمینی که در آن انسان معصومیت خود را از دست می‌دهد. این نقاشی مهم به 3 بخش تقسیم می شود. تک تک فیگورهای موجود در اثر معنای نمادین خود را دارند. در سمت چپ نمایانگر بهشت زمینی است. بدنه مرکزی سگانه نشان دهنده مکان دوم بهشتی است، جایی که گناه و شهوت سلطنت می کند. در سمت راست اما نمایانگر چیزی است که جهنم موسیقی نامیده می شود، جایی که در آن انسان برای تمام گناهان مجازات می شود. این نقاشی معروفترین اثر هیرونیموس است، اثری که می خواهد یادآوری کند که ماهیت لذت زودگذر است و به طور گسترده تری نشان دهنده شکنندگی شرایط انسانی است. به طور کلی اما اعتقاد بر اینه که این اثر هشداری در برابر وسوسه های زندگی زمینی است. در تفسیر آموزه مسیحیت آن زمان، لذت‌ها به عنوان گناهان زودگذر تلقی می‌شد و گناهان زمینی تنها می‌توانست به دردهای جهنم منجر شود. انبوه بازدید کنندگان باعث شده تا گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آلیکانته با همکاری موزه پرادو تحقیقی را انجام دهند. در این آزمایش 52 داوطلب را وادار به استفاده از یک جفت عینک ویژه کردند که قادر به ردیابی حرکت چشم ها بود. به این ترتیب دانشمندان مشاهده کردند که مردم در زمان نگاه کردن به جهنم مدت بیشتری صرف می کنند. بخشی از نقاشی که در آن بیشتر جزئیات عجیب، پوچ یا آزاردهنده هستند، مانند چاقویی که از یک جفت گوش بزرگ بیرون زده یا نوعی پرنده حشره بزرگ که به نظر می رسد یک نفر را می بلعد و دیگری را مدفوع می کند و آن دیگری قرار است در گودالی پر از روح‌های رنجور بیفتد. اینها بخشی از جزئیاتی است که داوطلبان شرکت کننده در این تحقیق بیشتر روی آن تمرکز کردند. اما موردی که بیشترین توجه را به خود جلب کرده است، 2 نقطه روی تنه خالی یک مرد درخت است که به عقیده بسیاری از منتقدان هنری خودنگاره نقاش است. این مطالعه نشان داد که مردم به طور متوسط به نقاشی جهنم تقریباً 2 برابر بیشتر از بهشت نگاه می کنند. اما ذهن پیچیده و آشفته انسان در تصویری که سراسر استراب و وحشت است در پی چیست؟ کیمیا هارمانی، ایران اینترنشنال.